جلیل مقدم، فعال رسانه و تحلیلگر سیاسی اجتماعی از مسقط همراه ما هستند تا پیرامون گزارشی که شنیدیم توضیحاتی برای شما بینندگان عزیز ارائه دهند. جناب آقای مقدم، سلام و عرض ادب. سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترمتون. این در خصوص عمان، من اصلاح کنم که البته وقتی عمان میگید یه خود تشاور پیدا میکنه با پایتخت اردن. کشور عمان با توجه به حتی که همکار عزیز خوندن درست که خوب خصوصه است و بنای بر این که صنعت توریست توجه بیشتری رو از خودشون نشون بدن. در سند باز 20 عمان وقتی من نگاه میکردم بود. متاسفانه با تکنیکی که من دارم دولت و سلطنت عمان به نظر من نسبت به توریست توجه جدی نکرد و باید که تجدید نظر بکنیم اگر بخواهم که در مسئله توریست و صنعت توریسم و درآمدهای برای این کشور کنه اهتمام بیشتری داشته باشم. خب این که محل مراجعه شیعیان باشه این که درست باشه از جهادی دلیلش هم که دو تا کشور پرجمعیت شیعه در اطراف عمان هستن، یکی توریسم هست یکی عراق، و این دو کشور به لحاظ بتواند عمان جاذبه توریستی ایجاد کنه و بتواند از محل درآمدهای توریستی کمک به اقتصاد خودش بکنه لغو روادی هستن بدون این میز کنه. خود این لغو روادی جاذبه ایجاد برای توریست‌ها که این کشور مراجعه کنند. ظرفیت های خوبی در عمان هست برای توسعه گردشگری، ولی اگر شما مراجعه کنید با آمار و ارقام مثلا کشورهای همسایه مثل امارات که الان حداقل دبی در 2023 حدود 14 میلیون توریست داشته، اما اینجا در سند 2040 عمان شما وقتی ملاحظه میکنید آمار توریست در سال 2023 حداقل 3 میلیون و 500 بوده و چشمانداز اینها برای 2040 یعنی 16 سال آینده رسیدن به عدد 11 میلیون و 700 است. حالا من احترام میذارم به این مطالعاتی که شما داشتید و اعلام کردید، اما به نظر خود من اون چیزی که شما عرض کنم بتونه به عنوان جذابیت های گردشگری در عمان باب بشه و این کشور به دنبال این موضوع باشه زیاد جدی نیست. عمان بیشتر الان مطالعاتش و سرمایه گذاریاش در صنایع مادر، صنایع سنگین، پتروشیمی، پالایشگاه و لوجستیک هست که در بندر آزاد دوغم الان تلاش دارن میکنن که این بحث لوجستیک رو پیش ببرن و در سایر حوزه‌ای که عرض کردم پالایشگاه و پتروشیمی هم همینطور دارن به صورت جدی فعالیت میکنن و کار. بنابراین به نظر خود من به عنوان کسی که 10 سال شاید بیشتر اینجا مطالعاتی داشتم، مشاهداتی داشتم و دارم میبینم از نزدیک وضعیت رو، نمیتونه حداقل این که نمیتونه به این زودی ها رقیب جدی باشه برای کشوری مثل امارات، برای کشوری مثل ترکیه که حداقل اونم در سال 2023 44 میلیون توریست رو جذب کرده و جذابیت های زیادی هم نداره. ظرفیت داره، یعنی در عمان شما پتانسیل برای ایجاد ظرفیت گردشگری هستید، اما اینکه چرا این توجه نمیشه به این ظرفیت دیگه این مطلبی است که باید در برنامه های کلان دولت عمان دید. خود من اینجا میبینم بارها هم شاید جلساتی که با مقامات ارشد اینجا داشتیم گفتم که 2000 کیلومتر مرز آبی عمان هست از استان مسندم تا مرز یمن. 2000 کیلومتر مرز آبی خب کم ظرفیت نیست برای اینها که بتونن از این ظرفیت بزرگ استفاده کنن، اما شما وقتی الان در نقشه نگاه میکنید یا در مطالعات دیگه میبینید 1-2% ساحل اختصاص پیدا کرده به مناطقی که برای توریست ها جذاب، هتل هایی که کنار سواحل هستن و میان استفاده میکنن، ولی سایر این منطقه آزاد هست و بکر و دست نخورده باقی میمونه. به هر حال این وضعیت عمان هست. خب شیعیان و سایر ادیان اینجا آزادی دارن که به قانون اساسی عمان میدونید که جمعیت عمان خب 90% مسلمانن که مسلمان عبازی هستن. عبازی هم خب نه تسنن محسوب میشه نه تشیع، یک مذهبی بین این دو تا، چه بسا به
شیعه هم نزدیکی بیشتری داره اعتقاداتشون، و این خودش میتونه کمک کنه به این که شیعیان با تیب خاطر بیشتری به این کشور سفر کنن و بتونن از جاذبه های توریستی اینجا که عرض کردیم زیاد نمیتونه مورد توجه بشه استفاده کنن. و به نظر خود من عمان برای اینکه بتواند شما اصلا پایگاه باشه به عنوان یک مرجع باشه برای گردشگران شیعه و خصوص که اشاره کردن همکارتون، هنوز راه زیادی رو باید طی کنه تا برسه به اون منزلی که باید باشه. و عرض کردم تأکید میکنم ظرفیت های خوب داره برای گردشگری، اما سلطنت عمان به این موضوع اهتمامی نداره. ما در برنامه‌هایی که داریم می‌بینیم در سند چشم‌اندازشون به خصوص که اشاره کردم، و انشاءالله روزی برسه که بتونن این کار رو جدی بگیرن و به سمت توسعه‌اش برن. بله، با تشکر از جلیل مقدم، فعال رسانه و تحلیلگر سیاسی اجتماعی که از مسقط همراه ما بودند و توضیحات مفیدی را برای شما بینندگان عزیز ارائه دادند.